بنده بسیاری از روش‌های حزب‌اللهی‌ها رو برای دفاع از مرام حزب‌اللهی‌گری قبول ندارم. این حدیث، فقط هم همین حدیث ها میرسم میگم نکنه فرج به این زودی ها نشه، تنها نقطه است. در آخر زمان حماسه چجوری آفریده میشه؟ ما روز به روز داریم مقتدرتر میشیم، مظلومیت های جدیدی هم داره به کارمون اضافه میشه، منتها این مظلومیت با انواع مظلومیت هایی که تا کنون بوده فرق داشته، فرق داره. امام صادق علیه السلام میفرماید که کلما تقارب هذا الامر، هر چقدر نزدیک میشود فرج، هذا الامر منظور فرجه، کان اشد للتقیه، هرچه این امر نزدیک تر میشه تقیه شدید تر میشه، دیگه شما هر حرفی نمیتونی بزنی، قدرت با شماست ولی هیچی نگو فعلا، تقیه شدید تر میشه. قبلا روزه حضرت زهرا راحت تر میخوندی، حالا دیگه نمیتونی بخونی. بله همین، درستش همینه. مظلومیت وقتی مقتدر نیستی یه جوره، مظلومیت وقتی مقتدر هستی یه جور دیگه است. مظلومیت های دوران اقتدار امیرالمومنین رو ببینید که گاهی مالک اشتر تاب نمی آورد داد می زد. ما داریم به دوران اقتدار می رسیم، در دوران اقتدار مظلومیت های ویژه‌ای وسط میاد. من می خواهم این مظلومیت ها رو نمونه هاشو بگم. رفیقت حقتو خورد، بی خیال، این یه نوحه بود، من الان گفتم باید شما دما جواب بدید، تکرار کنید، بخیال، سخت تکرارش میدونم. در مقام حق گفتن مظلومیت بلدی تحمل کنی؟ الان کی گفته تو راحت هرچی دلت میخواد بگی؟ در مقام فحش شنیدن مظلومیت حاضری تحمل کنی؟ الان بابا اون طرفی ها فقط کامنت فوش میگذارن، آه بذار تنها بشن. در مقام همکاری با رفقات مظلومیت حاضری تحمل کنی؟ الان که هر کی سهم خودشو میخواد برداره، یا آقا جا اینقدر ایده های ما رو دزدیدن، اینجوری نباید بگی اینو، این اجراش اینجوره. بله ما ایده همون رو زیاد رفقا الحمدلله بردن، برکت زیاد داشتیم، خیلی فرق کرد، اینجوری باید بگی. میفرماید مؤمن حسن خودشو به رفیقش میده، حسن خودشو میده، این کاره کرده، بعد عیب رفیقشو به خودش میده، این تقصیر من بوده، حالا تقصیر اون بوده. اینا نمونه است، نمونه هاییست که جنس حماسه های آخر الزمان در اوج اقتدار قبل از ظهور رو به ما نشون میده. من از بعد از ظهور زیاد خبر ندارم. گفتن آقا امام صادق قیام کنید، خواهش میکنم، تمنا میکنم، یار زیاد دارید. آقا فرمود اینجوری هستید شما با همدیگه که راحت از پول همدیگه استفاده بکنید، بردارید بدون اجازه هم، ککتون نگزه، طوریتون نگو، نه آقا نمیشه، حساب حساب کاکا برادر. فرمود یاران آخرین امام اینجوری هن که مرز مالکیت بینشون نیست. گو نه آقا ما اینجوری نیستیم. فرمود پس این قصد دا نزم من بیام. من به این حدیث، فقط هم همین حدیث ها، یعنی به این نکته، اوج برادری و ایثار قبل از ظهور میرسم، تنها نقطه‌ایه که میگم نکنه فرج به این زودی ها نشه، تنها نقطه است. کای کاش حسین من کربلا بودم، جونمو برات میدم. میگه حالا جونتو نمیخواد بدی، یه ذره آبروتو برا برادرت بده، رفیقت. حماسه های از جنس آخر الزمان، مظلوم واقع میشی و هر چی رو به نزدیک ظهور میشه بیشتر مظلوم واقع میشی، منتها مظلومیت های مدرن مخصوص دوران اقتدار.